شعور داشته باشی که فکر نکنه اگه کسی کلفت خونه شهبانو بوده، نوکر خونه شهبانو بوده، اگه بچه ها رو تره خوش میکرده، اگه چیز میکرده که الان حجش هم نمیره، زیارت کربلاش هم میره، امکان داره ایرانش هم بره بیاد و فلان باشه، تو فکر کن این مقدس بوده. خب ما تحت بچه های مردم خیلی خوب پاک میکردن و میکنن کار میکردن و میدیم با ما نیست. شمایید که همچنان بت پرستید، شما بایستی هوشیار باشید که کسی نیاد خودش رو به عنوان شعبانو حتی نزدیکترین افراد شعبانو خودش در نهایت این که در سطح جهان محبوب هم هست تنهای تنها. کتاب ایشون که در اومد کهن دیارا حدود 500-600 تا شما رو من ازشون خواهش کردم، اینا همه رو امضا کرد میدادم، امضا میکرد براتون، شما دوماده تو کنات با افتخار. همون عکسی که گرفتین در مراسم لیلا خیلیاتون با شعبانو، دوربینه های تلویزیون مهر اینا رو ثبت تاریخی کرد، هدف این بود که بره تو قلبتون، تو تاریختون. ولی همون ویدیوها رو ما رو که ما رایگان در اختیار همه گذاشتیم و به تلویزیون ها دادیم رایگان، یه خانمی اومد تو آمریکا پخش کرد و با کالیته بعد اینا فروخت پول در بود. همون خانم کتابی در من چون شهبانو رو دوست دارم اینا رو بهتون میگم، برای شهبانو میگم که شما گول نخورید، بدونید که شهبانو خودشه. بعد خیلی هستن اذیتش کردن میکنن، نزدیکترین اذیتش میکنن، به احترامی روش کردن. من اینو خبر دارم، چیزی من خبر دارم که هیچ کس شما رو خبر نداره. ولی من از این پس میخوام بگم این شیطنت های اهریمنی موشال بزنه کنار. شعبانو در این شرایط باید کمکشون کنیم، نه که اعصابشون رو خرد کنیم. باز هر کی هستی تو، عزیزش که هستی، عزیز تو، عزیز او هستی، ولی شعبانو عزیز ملت ایرانه. اینو بایستی بدونید، همه اینو بایستی بدونن. شهبانو وقتی کتاب رو امضا میکرد تو خونه همه بود، بعد این فرانسوی ها همونش به فرانسوی ها از سناتور گرفته، وزیر، رئیس جمهور، آدم متشخص. من از جیب خودم پولی کتاب رو دادم خریدم، شهبانو گفتم امضا کرد، براشون فرستادم، گفتم این هدیه شهبانوست برایش. صداعتس فرح پهلوی به شما کادو داده. کاری که من کردم براش، بچهش براش نکرده، بچهش براش کاری که من کردی نکرده، ما برای شهبانو انجام دادیم. شهبانوی آریایی، شهبانوی که خودش رو بره این کشور او کشور او اول و پول بخواد بگیره از اینا که نبوده، هیچ پول خرج کرده، پول خرج کرده. تمامی ببینید، نمیبینید شما، تمام این برنامه مصاحبه‌ای که انجام شده باهاش و اینا، هزینه گذاشته شهبانو رو اینا، تلویزیون هایی کمک کرده، کاری کرده، برنامه دیگه کمک هزینه گذاشته. فردریک میتران اگه میاد برنامه از ایشون میسازه، اون سالا ساخته بود چما ندیدین، ما پخش کردیم. فردریک میتران عضو تشکیلاتیه که شهبانو هم از سالها قبل شده افتخاری، از سال 1974-76 اکادمی هنرهای فرانسوی میره شمشیره آکادمی رو به فردریک میتران میده. فردریک میتران من میشستم، شفیر من بسیار خوب و فهمیده و دانشمندی، به برکت شعبانو وزیر فرهنگی فرانسه شد. شما برای شعبانو کاری که نمی کنید اعصابش رو خرد می کنید، کاری که نمی کنید تک مته هی اعصاب اون کار رو نکن، این رو نپوش، اون کار فلان، یه حرفی زدی اون فلان، این بچه بازی ها چیه بچه؟ یک قرون شعبانو از کسی پول نگرفته، پولم دادی برنامه ها رو ساختن که ببینید و این مصاحبه شما حتما گوش کنید. ولی یه کسایی که آدم بر آدم عزیزن که آدم نمیتونه دیگه تکرارش بکنه بهش، شما باید ذکاوت و زیرکی داشته باشید در تصمیم گیریاتون. الان که ما در شرایط ویژه و خاصی هستیم برای تندرستی شهبانوی عزیزم، نیایش کنید، نیایش اهورایی کنید. بیشماران هستید که به من گفتید و میگید که وقتی از اهورامزدا چیزی رو خواستین به شما داده، در پی تلاش خودتون. باز هم میگم و باز هم میگم که بدونید ما دین جدید نیاوردیم و تبلیغ دین نمی کنیم. آیین اوستا آیین است، زرتشت آیین فلسفه زندگی است.
فلسفه زندگی هم این هست که شما همینجا باید بهشت رو بسازی، همونطوری که بچه 9 ساله میگه شما همینجا باید بهشت رو بسازی، بهشت رو اینجا میسازی. مأموریت تو اینه که اینجا بهشت رو بسازی با فلسفه اوستا، فلسفه زرتشتایی که اومدن و غیره. ما مبلغ دینی نیستیم، تو هر دینی هم که میخوای داشته باش در قلبت دینتو نگه دار برای خودت. همین اینا رو برای آگاهی و اطلاعات بیشتر برید برنامه های پیشین ما رو گوش کنید. بین 20 تا 25 برنامه برای شهبانو ما رفتیم تا این سالها، همین برنامه رو ببینید میفهمید که دنیا دستی کیه. از برادر عزیزم مهندس امیر شجره دبیر کل این دانشگاه پارس سپاسگزارم، دستان گرمتون میفشارم تا برنامه دیگر. دور پخش کردم نیکسون رو که بندن برم میگه ما با اینا میتونیم بهتر بونیم تو منطقه با عربستان سعودی، با اینا نمیتونیم، اینا خودخواهن چمینه. گفتم انگلیسی ها تلاش های شاه برای تبدیل ایران به قدرت برتر خاورمیانه رو تهدیدی برای منافعشون در کشورهای خلیج فارس میدونستن و بر حضور قدرتمند عربستان سعودی به منظور ایجاد توازن قدرت در برابر ایران اصرار داشتند. بدبینی بریتانیا به شاه ایران رو میشه در گزارشی که سفیر این کشور در عربستان در سال 1968 و همزمان با دیدار شاه و ملک فیصل تهیه کرده به خوبی دید. این گزارش پادشاه عربستان رو یک محافظه‌کار واقعی و رهبری محتاط معرفی میکنه، اما در مقابل شاه رو به تمسخر فرزند یک نظامی بی سواد میدونه که برای کشورش اهدافی بلند پروازانه داره. این ارزیابی انگلیسی ها از شخصیت شاه دولت آمریکا رو تا پیش از نیکسون با سیاست توازن قدرت بریتانیا در منطقه همراه کرده بود. اما ریچارد نیکسون که برخلاف انگلیسی ها اعتقاد داشت عربستان سعودی قادر به ایفای نقش رهبری در منطقه نیست، با برداشتن همه محدودیت ها برای فروش سلاح به ایران این امکان رو به شاه داد تا نقش رهبری منطقه خلیج فارس رو به دست بیاره. در سایه دکترین نیکسون ایران از یکی از کشورهای تحت حمایت آمریکا به یکی از متحدین این کشور تبدیل شد. یادتون نره بچه ها، جدی دارم بهتون میگم، توی ایران اگر شما اپوزیسیون دارید نوکر اعرابه، اگر حاکم دارید نوکر اعرابه، چون اعراب کویت، بحرین، اون خورده خورده های امارات و عربستان سعودی، تازی هم اینا، این چارتا رهبرانشون آدم ها، نه اینا پول میریزم آدم میخرم، پول خرج میکنم، پول. این حسن نصرالله رو میشناسیم؟ ها رئیس حزب الله چقدر تارت و پورت میکنه به عربستان سعودی. هادی سرش رو چند سال پیش کشتن، هادی سرش رو کشتن، فوری اومد چند میلیون دلار به حسن نصرالله پول داد فوری که دنیا رو ببرد. توی لبنان زدن یکی از مخالفایی که ما خیلی با حزب الله هست. Par David Abassi, écrivain et historien. Je شهرگری را از کهن ما برای دیگران بگذاشتیم. En tant qu'islamologue connaissant parfaitement l'islam, le Coran et les pays musulmans, voici le plus important message que David Abassi souhaite adresser à tous les médias, les hommes politiques, les élus, les magistrats. Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abassi en direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant 95.2. برای نشان دادن فرهنگ، هنر، تمدن و اندیشه پر افتخار ایران 7000 ساله، آثار سیاوش اوستا را به زبان‌های پارسی، فرانسوی و انگلیسی بخوانید و به دوستان و یاران ایرانی و غیر ایرانی و حتی به دشمنان هدیه بدهید.
en vacances, en pause du travail, dans la file d'attente, dans le train ou dans l'avion. Achetez en un clic les livres de David Abbassi sur Amazon et lisez tout de suite. Livraison instantanée. Achetez en un clic les livres de David Abbassi sur Amazon et lisez tout de suite. Livraison instantanée. بیش از 1,000,000 صفحه آثار سیاوش اوستا را به زبانهای مختلف با یک کلیک ببینید و بخوانید و بشنوید. ده ها کتاب روشنگر و تاریخی، صدها مقاله و نوشته و گزارش در نشریات نیمروز، فردوسی امروز، عصر امروز و صبح ایران. صدها مقاله با شخصیت‌های ایرانی و جهان، هزاران عکس در جایگاه ها و با شخصیت‌های جهانی، هزاران برنامه رادیویی، تلویزیونی به زبان‌های پارسی، فرانسوی و تازی. ده‌ها شماره از نشریات ارشاد، هما، شهر فرنگ، کیهان جهانی، رپورتاژ‌های تلویزیون‌های جهانی از تلاش‌های سیاوش اوستا، برنامه‌های اهدای نشان‌های افتخار از آکادمی‌های فرانسوی به سیاوش اوستا، صدها فستیوال‌های هنری جهانی میهنی در مجلل‌ترین سالن‌های جهان، نمونه‌هایی از سخنرانی‌ها و بزرگداشت‌ها و انجام آیین عروسی به سبک آریایی. Notre fierté historique pour la radio ici et maintenant suite à la proposition de David Abbassi, Emmanuel Macron aurait plus utilisé le mot djihadiste mais terroriste islamiste et il a commencé à utiliser ce terme. On va voir si les médias vont bien suivre Emmanuel Macron ou bien s'ils vont suivre les projets du monde musulman. Et quand vous dites djihadiste, vous donnez la valeur à l'individu et son acte. Ils avaient fait le choix de porter l'uniforme, de consacrer leur vie à protéger les autres. Ils sont morts en service, au travail, comme avant eux ceux qui, depuis 2015, ont été victimes du terrorisme islamiste. Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort qu'il nous revient d'éradiquer. Et qu'un individu imprégné d'une telle idéologie puisse exercer face au terrorisme islamiste, nous mènerons le combat sans relâche. Allah is your